درود بر شما. جمعه 23 تیر ماه 1391 خورشیدی و 13 ژوئیه 2012 میلادی. برنامه صفحه آخر رو شروع می‌کنیم، نخست با نتیجه نظرسنجی فیسبوک صفحه آخر. در برنامه جمعه 23 تیر به کدام یک از گزینه‌های زیر با دقت بیشتری نگاه کنیم؟ بر پایه رأی شما نگاه دقیق‌تر خواهیم داشت به احمد باطبی، زهرا کاظمی، لیلا حاتمی، عبدالرحمن قاسملو و مصطفی بادکوبه‌ای. البته نه با این تقدم و تأخری که بنده عرض کردم، چون بنا به موضوعهایی که با هم بیشتر همخوانی داشته باشن ما در طول برنامه میریم، اما خب رأی شما رو برای دقت بیشتر به موضوعات برنامه بی تردید منظور خواهیم کرد. عبدالرحمن قاسملو، زاده یکم دی ماه 1309 در ارومیه، تحصیل کرده ارومیه، تهران، پاریس و پراگ، با دکترای علوم اقتصادی، استاد دانشگاه در جمهوری چک از سال 1341 تا 49، مسلط به 9 زبان از جمله عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسه و روسی. قاسملو اصولاً آدم سیاسی و تشکیلات ساز بود. سالها پیش از اون که به چکسلواکی بره، در آبان 24 یعنی 15 سالش بود که در ارومیه اتحادیه جوانان دموکرات کردستان رو تشکیل داد. سه ماه بعد سال 1324 جمهوری مهاباد تشکیل شد. یک سال بعد سال 1325 حزب دموکرات کردستان ایران تأسیس شد. جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد دی ماه 1325 سقوط کرد و رهبراش اعدام شدند. 1327 قاسملو برای ادامه تحصیل رفت تهران و بعد پاریس و از اونجا به پراگ، مرکز جمهوری چک امروز. در پراگ بود که با هلن کرولیچ آشنا شد و با او ازدواج کرد. هلن کرولیچ یا نسرین قاسملو تا هنگام ترور عبدالرحمن قاسملو در وین یار و همراه او بود. قاسملو از سال 1345 دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران بود. در قبل از انقلاب یا در خارج از کشور بود یا در ایران زندگی مخفی داشت. بعد از انقلاب در رهبری حزبی که حالا دیگه فعالیت وسیع علنی هم داشت، بخشی از مبارزه علیه نظام ولایت فقیه در کردستان رو هدایت می‌کرد. قاسملو دشمنی آیت الله خمینی با حزب دموکرات کردستان ایران رو اینطور توضیح می‌داد. خمینی به سه دلیل با ما مخالفت میکرد. یکی این که ما پاسدار کی بودیم و او هم موقع اعلان کرد که دموکراسی چیزیست که از غرب وارد شده و قابل قبول نیست. ما خود مختاری میخواستیم که او اصلا در فلسفه به اصطلاح اسلامی او ملیت وجود نداشت و اعتراف بکنه به این که حق خود مختاری داشته باشه. بعد ما مذهبمون هم سنی بود و در ضمن اصل هم به دست گرفته بودیم و حاضر نبودیم زیر بار مثلا زور دولت مرکزی بریم. اون موقع شعار دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان شعار حزب دموکرات کردستان ایران بود. میگن قاسملو به این نتیجه رسیده بود که کردستان راه حل نظامی نداره. هاشمی رفسنجانی همه کاره نظام بود و داشت رئیس جمهور میشد. دستگاه اطلاعاتی گسترده تر شده بود و تیمهای ترور خارج از کشور گرم فعالیت. با رهبری حزب دموکرات تماس گرفته شد. پیشنهاد مذاکره. در زمستان 67 دو دور مذاکره شده بود. در دور سوم که قرار بود در 22 تیر 68 در وین برگزار بشه، نماینده های دولت جمهوری اسلامی، عبدالرحمن قاسملو و دو همراهش عبدالله قادری آذر عضو کمیته مرکزی حزب و دکتر فاضل رسول رو سر میز مذاکره به ضرب گلوله کشتند. ممکن شدن این ترور در وین و بعد بازگشتن تروریست ها به ایران چطور اینقدر راحت انجام شد؟ نسرین قاسملو، همسر دکتر عبدالرحمن قاسملو، پیشتر در برنامه دیگر در صدای آمریکا چنین گفت. البته برای ما روشنه مسئله وین، از اول هم روشن بود، منتها وز دولت اتریش و وز
روابط اتریش با ایران اون موقع طوری بوده که نتونستیم در واقع رسماً مسئله رو روشن بکنیم، رسماً برای اینکه مردم اروپا و ایران بفهمن که قاتل کی بوده و چی شده برای این روشن کردن مسئله. متاسفم. نسرین قاسملو میگه اتریش در زمان جنگ ایران و عراق اگرچه به اصطلاح دولت بی طرف بود اما به هر دو طرف اسلحه میفروخته و خب قوانین بین الملل رو نقض میکرده. جمهوری اسلامی تهدیدش میکنه که اگر بر ماجرای ترور سرپوش نذاره ازش به دلیل نقض قوانین بین المللی در مورد کشورهای بی طرف شکایت میکنه و اتریش عقب میشینه. از اعضای تیم ترور بزرگیان بلافاصله میره ایران و صحرا رودی که در جریان ترور معلوم نیست چطوری زخمی شده بود میره بیمارستان. بعد از 8 روز از بیمارستان مرخص میشه، میره فرودگاه و میره ایران. توضیح نسرین قاسملو رو بشنویم. خب اولا باید بگم که نه فقط صحرا رودی رو آزاد کردن بلکه بزرگیان رو هم آزاد کردن و در جواب این گفتن که ما به اندازه کافی مدرک نداشتیم که اونا رو بتونیم در زندان کسی نیستم که بخوام حرفای بی خودی بزنم یا احساسات بی خودی بکنم، ولی من اون موقع واقعا جای اون کسانی که به من این حرف زدن جای اونا من خجالت کشیدم. آقای دکتر میرو علیار مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کردستان ایران از وین در ارتباط با ما هستند. آقای علیار با تشکر از حضورتون در این برنامه. بعضیا میگن کسایی که سر میز مذاکره دکتر قاسملو رو کشتن در دو دور قبلی مذاکره هم جزو تیم مذاکره کننده بودن، چقدر این درسته؟ سلام بر شما آقای فلاحتی و بر بینندگان و شنوندگان شما. بله این صحت داره، در دور اول هم اینا در عضو تیم مذاکره کننده با تیم مذاکره کننده حزب دموکرات کردستان ایران به سرپرستی دکتر قاسملو بودن. چند نفر بودن تیم ترور آیه؟ این مسئله از نوارایی که بر جا مونده بود از اونجا هم حاکی از اونه که این بار اول نبود که صحرا رودی و حاج مصطفی که همون اجودیه که اونا با دکتر قاسملو نشست داشتن بار اول نبود. چند نفر بودن آقای علیار اعضای تیم ترور؟ آیا همین 3 نفر بودن، یعنی صحرا رودی و بزرگیان که در مذاکرات قبلی هم حضور داشتن به عنوان هیئت مذاکره کننده از طرف دولت ایران و مصطفی که به اونا در دور سوم ظاهرا اضافه می شود بر اساس آنچه که شما تایید کردید الان، غیر از اینا یا کسانی دیگه هم بودن جزو تیم ترور یا همین 3 نفر بودن؟ برای ما زمانی معلوم شد چه کسانی و چه تعداد از کسانی در این ترور دست داشتن زمانی که اوایل ماه می 2005 روزنامه‌نگار ایرانی که بعداً عنوان شاهد دی بهش دادن در خارج از کشور از ایران گریخت و اطلاعات بسیار موثقی را در اختیار نخست در اختیار آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر گذاشت و بعداً در اختیار بعضی مجامع دیگر. اون وقت ما به درستی فهمیدیم که این ترور فقط از این تیم ترور فقط از این 3 نفر تشکیل نشده بود، از محمد جعفر صحرارودی، از حاجی مصطفی اجودی و امیر منصور بزرگیان، بلکه این تیم حداقل 12 نفر بود. و من در یکی از نشستهایی که با خانم قاسملو با یکی از مسئولین ارشد پلیس اتریش داشتم در اونجا این آقا اشاره کرد که این افراد 12 نفر بودن، ولی به 2 تیم اشاره نکرد و از اظهارات شاهد دی برمیاد که اینها 2 تیم بودن. این تیم ترور مرکب از 2 تیم بوده، تیم عملیاتی و تیم تأمین. آقای علیار، رسانه های اتریش نوشتند که محمود احمدی نژاد هم جزو تیم ترور بوده، چقدر درسته این؟ بله، این آقای خبرنگار میگوید که آقای محمود احمدی نژاد عضو تیم
تأمین ترور بوده و ایشان دو وظیفه داشتن، اول تأمین سلاح‌های کمری با مجهز با سلاح خفقان از سفارت جمهوری اسلامی و وظیفه دومش این بوده که جلوی در منتظر بماند اگر احیانا تیم ترور اول نتوانست همه شرکت کنندگان کرد رو بکشد، ترور بکند و اونا بخوان از در ساختمان خارج بشن، اون ماموریت چیشین بوده که اونا رو از پای در بیاورد و کار ترور اکثر کنند. و مجموعه این اطلاعاتی که شما دریافت کردید، خب خیلی های دیگه هم داشتن، بی تردید پلیس وین هم داشته، با این وجود پرونده بسته شد؟ با این وجود پرونده و خیلی خیلی دل مدارک دیگه در کار بود که به درستی دست جمهوری اسلامی و تیم فرستاده شده از طرف دولت رفسنجانی رو نشون میداد در این طور، ولی با وجود این دولت اتریش از تشکیل دادگاه این جنایت جلوگیری کرد و قاتلین رو به ایران فرستاد. آقای علیار، سوال آخرم این است که آیا حزب دموکرات کردستان ایران بعد از ترور قاسملو باز هم سیاست مذاکره با جمهوری اسلامی رو ادامه داد؟ ببینید، دکتر قاسملو اساساً چرا به مذاکره رفت؟ به همین خاطر، به همون چیزی که شما اول اشاره فرمودیم، اول این که حزب دموکرات کردستان ایران هم تحت رهبری دکتر قاسملو و هم بعدش به مسئله کرد به عنوان یک مسئله سیاسی می‌نگرد که راه حل نظامی ندارد و باید از طریق سیاسی حل بشود و طبیعتاً مشکلاتی که باید از طریق سیاسی حل بشود از سر میز مذاکره باید بگذرد. و دوم اینکه خواست حزب دموکرات کردستان ایران، خواست ملت کرد در ایران، مطالبات اونها در چارچوب یک ایران دموکراتیک است و این با اگه اینطور هم به مسئله نگاه بکنیم، به هر حال باید قبول کنیم که مذاکره تنها راه حل این مسئله است. بله، جواب سوال شما اینه که حزب دموکرات که مافی سابق به حل مسئله سیاسی کرد اعتقاد داره و به مذاکره هم اعتقاد داره، متانم به مذاکره با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با ترور دکتر قاسملو در واقع و بعد با ترور دکتر شرفکندی 3 سال بعد در واقع تمام رشته هایی که میتونست بین جمهوری اسلامی و کرد باشه همه رو پاره کرد. سپاسگزارم دکتر میرو علیار، مسئول روابط عمومی حزب دموکرات کردستان ایران از وین.